سلام رفقا، این یه ادای دینه به سیمین دانشور برای کتاب سوبشون. به خانه که آمدن، زری روی تخت خواب نشست. فقط کفش‌هایش را درآورد. یوسف شلوارش را روی تخت صاف می‌کرد که سر چوب بزند. لباس خوابش را که پوشید، به اتاق مجاور رفت که درش به اتاق زن و شوهر باز می‌شد. زری از همانجا که نشسته بود می‌دیدش. پای تخت دوقلوها ایستاده بود و تماشایشان می‌کرد و بعد جلوتر رفت و زری نمی‌دیدش. اما می‌دانست که دارد زیر سرشان را صاف می‌کند. دست کلید زری را که وسط متکاهایشان گذاشتند بر می دارد، می دانست می بوسدشان و می دانست که خواهد گفت عروسک های ملوسم، و بعد صدای در را شنید. می دانست که یوسف به اتاق خسرو رفته. می دانست روی او را خواهد پوشانید، پیشانیش را خواهد بوسید و خواهد گفت پسرم، اگر من نتوانستم تو خواهی توانست. از تخم چشمم عزیزتری، یک روز که نمی بینمت مثل مرغ سرکندم، و یا کلماتی از این قبیل. یوسف به اتاق خوابشان آمد. زری از روی تخت جم نخورده بود. یوسف پرسید مگر خیال خوابیدن نداری؟ و دست کلید را به او داد و خندید و گفت عجب این وروجک ها مضحکند. و کنار زنش نشست و گفت لابد می خواهی دکمه های پشتت را باز کنم. معذرت می خواهم، یادم نبود. زری بی این که پشتش را به او بکند گفت مکماهون عجب قصه قشنگی برایشان نوشته بود. یوسف پرسید همش را فهمیدی؟ زری گفت بله دیگر، به لهجه ایرلندیش عادت کردم. یوسف گفت میدانی امروز مینا به من چه میگفت؟ وقتی به هوا انداختمش و در بغل گرفتمش پرسید بابا، مادر دوتا ستاره داده به تو؟ تو چشمات میبینمشون. زری خندید و گفت بچه راست میگوید، ته چشمهایت دوتا ستاره برق میزنه. چشمهای تو ماشالله این زمرد. و حرف خود را تمام نکرد. یوسف رفت پشت سر زنش و شروع کرد به باز کردن دکمه های لباسش و گفت وا ویلا، این همه دکمه برای چیست؟ و ادامه داد سر شب حرف هایی به مکماهون زدم که اگر به گوش زینگر برسد حسابم پاک است. دکمه ها را باز کرد و پیراهن زن افتاد دور کمرش. شروع کرد به باز کردن دکمه های پستانبند و گفت به مکماهون گفتم بله جانم، مردم این شهر شاعر متولد می شوند، اما شماها شعرشان را کشته اید. گفتم پهلوان هایشان را اخته کرده اید، حتی امکان مبارزه هم باقی نگذاشتید که لااقل حماسه‌ای بگویند، رجزی بخوانند. گفتم سرزمینی ساخته اید خالی از قهرمان. گفتم شهر را کرده اید عین گورستان، پر جنب و جوش ترین محلش محله مردستان است. دکمه های پستانبند را باز کرد و دست گذاشت به پستان های زن و گفت دلم برای پستان هایت می سوزد، چقدر سفت میبندیشان. زری احساس کرد که پستانهایش تیر میکشد. دکمه های پستانهایش برجسته و برجسته تر شدند. یوسف لبش را گذاشت روی کتف زن. لبش داغ بود. زری گفت نپرسید محله مردستان کجاست؟ یوسف گفت چرا پرسید؟ گفتم همان محله ایست که ساکنانش بیشتر زنهای فلک زده ای هستند که با سرخاب سفیدابی که به صورت میمالند معاش میکنند و شما سربازهای هندی را میفرستید سراغشان. خودتان که کاروبارتان سکه است. گفتم شما شعر را کشته اید. عوضش درشکچی ها و جنده ها و دلال ها چند تا کلمه انگلیسی یاد گرفتند. مکباهان گفت اینها را به من نگو. دل من یکی از این جنگ خون خون است. دست پیش آورد و موهای زنش را نوازش کرد و خواست بناگوش او را ببوسد. زری برگشت و دست انداخت گردن شوهر و اشکش سرازیر شد. یوسف با تعجب پرسید از دست من گریه میکنی؟ من نمیتوانم مثل همه مردم باشم. نمیتوانم رعیتم را گرسنه ببینم. نباید سرزمینی خالی خالی از مرد باشد. زری گریه کنان گفت هر کاری میخواهی بکن،
اما جنگ را به لانه من نیاور. به من چه مربوط که شهر شده این محله مردستان؟ شهر من، مملکت من همین خانه است. اما آنها جنگ را به خانه من هم می کشانند. یوسف صورت زن را در دو دست گرفت و روی اشکها را بوسید و گفت پاشو صورتتو بشور، حالا موقع این حرفا نیست. شده این صورتک روی خشت. به خدای احد و واحد خودت خیلی از این صورتک ها که میسازی هزار بار قشنگتری. پاشو جانم، دلم هوایت را کرده. زن لخت که میشد چراغ را خاموش کرد. نمیخواست باز یوسف نقشه جغرافیا را به قول خودش روی شکمش ببیند. هرچند یوسف همیشه جای بخیه ها را میبوسید و میگفت برای من است که این رنج ها را کشیده ای. همان خانم حکیم شکمش را آنطور سفره و پر از چروک و بخیه کرده بود. به رخت خواب که آمد، پاهای گرم و پشمالوی یوسف که به پاهای سردش خورد و دست بزرگ او که پستانهایش را نوازش کرد و پایین تر که آمد، همه چیز را فراموش کرد. گوشواره‌ها، سرجن زینگر و خانم حکیم و عروس و مارش‌ها و طبل‌ها و لوچ‌ها و تاس‌های مجلس عقدکنان را، همه را فراموش کرد. اما در گوشش صدای آرام ریزش آب از آبنمایی می‌آمد که از روی گل‌های سرخ روشن می‌گذشت و پیش نظرش یک کشتی پرگل نقش می‌بست که کشتی جنگی هم نبود. سلام رفقای جان، من افشیام و فکر کنم باید میگفتم سلام مجدد رفقای جان، من افشیام و قصد دارم تو این صفحه در رابطه با هنرمندایی که دوست دارم و دوست داریم گپ بزنیم. اگه دوست داشتید صفحمون رو دنبال کنید، دکمه سابسکرایب، زنگوله کنارش رو فشار بدید که اگه ویدیو جدیدی گذاشتیم بهتون زودتر خبر بده. ارادتمند. سیمین بانوم یکی از منحصر به فردترین اتفاقات برای من بود. توی دوره‌ای که پرتبل و پرشور شعار زده بود ذهنم، فمینیسم و میتو و همه این جنبش ها، رنگ و بارنگ، عصبی، تلخ، پرتنش، دیدم یه زنی نشسته پشت میز کارش، توی صحنه تهاجم و تخاصمم نیست، بدون فحش دادن به هیچ کدوم از طرفین دعوا، روایتگر وضعیت یه زن خیلی 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 معمولی بوده. این زنه رو خیلی خوب پختتش، این زنه رو خیلی خوب پرداختتش. زری شخصیت اصلی داستانه. ما باهاش زندگی میکنیم چند سباهی رو. یه زن خانه‌دار ساده بدون جنبش‌های فراگیر متأخر. حرف زنانه میزنه سیمین بانو از یه چشمنداز زنانه. تنش‌ها، التهاب‌ها، فراز و فرودها، شدن‌ها و نشدن‌ها. صحبت آش پشت پاس، شیربها، مهریه، گوشواره هایی که مال من یا مال توه، مطلقی که میشنوم یا نمیشنوم، همسری که میره بر میگرده، قولی که داده یادش میمونه یا یادش نمیمونه، چشمک اشاره هایی که تو راه خونه به مدرسه و مدرسه به خونه رد و بدل میشه، بچه هایی که کاشته میشن، جوونه میزنن، ساقه میگیرن، برگ میدن و خودشون میشن میوه هایی که زنان رو وصل میکنن به زمین زندگی. یه گزارش ساده و عمیق از یه از دست دادن زنانه که من هر چقدر سعی میکنم با فکر کردن به مشقاتی که زری توی این چند صد صفحه کتاب میکشه بغض نکنم نمیشه. ترک هایی که روی شکمشه به خاطر زایمان، خانوم ها شکماشون بزرگ میشه، پوستش کش میاد و یوسف با سبیلای فلفل نمکی و بورش گهگداری بوسه هایی میزنه و میگه این نقشه جغرافیای منه، این که اینجوری چروک شده به خاطر منه. قلیان را که برای یوسف آماده میکرد میاندیشید که ترسو یا شجاع با این شیوه زندگی و با تربیتی که او را برای چنین زندگی آماده ساخته، محال است بتواند دست به کاری بزند که نتیجهش به هم خوردن وضع موجود باشد. آدم برای کارهایی که بوی خطر از آنها میآید باید آمادگی روحی و جسمی داشته باشد و آمادگی او درست برخلاف جهت هر گونه خطری بود. میدانست نه جرأتش را دارد و نه طاقتش را. اگر این همه وابسته بچه ها و شوهرش نبود،
باز حرفی. نوبرها و لمسها و گفتگوها و چشم در چشم دوختنها از یک طرف و شاهد شگفتنها بودن از طرف دیگر. و چنین آدمی نمیتواند دل به دریا بزند. درست است که مثل چرخ چاه هر روز این روز دیگر یک نواخت چرخیده بود. درست است که از صبح تا شام چرخ زندگی را مثل حسین کازرونی با پا گردانیده بود و با دستهای آزادش برای خودش هیچ کاری نکرده بود. کجا خوانده بود که دست وسیله وسیله هاست، اما لبخند و نگاه و گفتار و لمس و بوی آدمی که دوست می داشت پاداش او بود. هر دندانی که بچه هایش در آورده بودند، هر جعد تازهی که بر موهایشان می دید، صدایی که اول این گنجش و کفتر از خودشان در می آوردند و بعد به کلمات می انجامید و کلمات را که درست و نادرست قطار می کردند و اولین جمله را که می ساختند، خوابیدنشان که انگار فرشته خوابیده، پوست نرمشان که انگار آدم بر برگ گل دست می زند. نه، واقعا کاری از او ساخته نبود. تنها شجاعتی که میتوانست بکند این بود که جلوی شجاعت دیگران را نگیرد و بگذارد آنها با دست و فکر آزادشان، با وسیله وسیله هایشان کاری بکنند. کاش دنیا دست زنها بود. زنهایی که زاییده اند، یعنی خلق کرده اند و قدر مخلوق خودشان را میدانند، قدر تحمل و حوصله و یک نواختی و برای خود هیچ کاری نتوانستن را. شاید مردها چون هیچ وقت عملا خالق نبودند، آنقدر خود را با آب و آتش میزنند تا چیزی بیافرینند. اگر دنیا دست زنها بود، جنگ کجا بود؟ یوسف با تمام خشونتش که صدای طبل عمو جلال توی کتاب سیمین بانو، ولی خیلی شیرینه. یه تکیگاهیه که وقتی از دست میره، از دست میره، از دست میره. و ما تو این سیر لحظه های خوب و خوش یوسف و زری رو با هم از سر میگذرونیم. میریم سراغ کودکی و نوجوانی زری. بازه هم زری رو میبینیم که حالا خودش باید روی پاهاش بیسته، تصمیم بگیره بدون یوسف. انگار یه ترجمه شاعرانه است از روزهای بدون جلال برای سیمین بانو. گردونه دار پیر ریش سفیدش را که یادگار میلیون میلیون سال بود از توی دست و پایش جمع کرد و گردونه طلایی خورشید را بانگردگیری کرد. بعد دست برد و کلید طلایی را که به گردن بندش آویزان بود درآورد و رو به مشرق گذاشت. بله، حالا موقعش بود. خورشید خسته و کوفته از راه رسید. کلید انداخت و در مشرق را باز کرد. خورشید تأخیر داشت و وقتی از راه رسید خاک‌آلود بود و خمیازه می‌کشید. گردونه دار گرد راه را که بر سر روی خورشید نشسته بود با ریش سفید انبوهش سترد و شعاع‌هایش را برق انداخت و خورشید سوار گردونه شد تا سفر خود را در آسمان آغاز کند. اما فوراً به راه نیفتاد و گردونه دار منتظر ماند. خورشید گفت: ارباب برایت پیغام فرستاده، به همین علت معطل شدم. گردونه دار پیر گفت: صاحب امر روست. خورشید ادامه داد: سلامت رسانید و گفت میخواهم همین امروز پستوی آسمانی را خانه تکانی کنی و خرت و پرتا را جمع کنی و بسوزانی یا دور بریزی. اما از همه مهمترین دستور است که ستاره های بندگان را از توی گنج در بیاوری و برایشان به زمین بفرستی. میخواهم هر کس ستاره خود را مالک بشود. گردونه دار پیر شروع کرد به قرولند و گفت: مگر خانه تکانی پستوی آسمانی کار آسانی است؟ از 500,000 سال پیش بلکه پیشتر مدام جنس در این پستو انبار شده. از خرت و پرت راه سوزن انداز نیست. خورشید گفت: خودت که ارباب را میشناسی، وقتی دستور میدهد میدانم خودش هوای هر کاری را دارد. خورشید راه افتاد و گردونه دار پیر غرغر کنان به سراغ پستوی آسمان رفت. زیر لب میگفت: نسلشان را از روی زمین بردار و همه را خلاص کن. اینها که آدم بشو نیستند. حیف از آن جرقه هایی که از آتش دل خودت در سینه هایشان ودیه گذاشتی. جان به جانشان بکنی، تخم و ترکه های آن انتر حرف نشنو هستند. خودت که بالای سرشان بودی، چه بلاها که سر همدیگر نیاوردند.
حالا میخوایی افسارشان را دست خودشان بدهی؟ از وقتی روی دوپایشان ایستادن ذوق زده شدی؟ هی از نژاد انسانی حرف زدی؟ نژاد شریف انسانیت را میشناسم. اینطور که شنیده هم غیر از کشت و کشتار و ضعیف چزانی هنری نداری. همینطور زیر لب غرغر میکرد و میرفت. رفت و رفت تا رسید به پستوی آسمانی. در پستوی آسمانی اول به سراغ لوح‌های سرنوشت رفت. لوح‌های گلی و سنگی که روی آنها تقدیر بنده‌ها را از پیش با خط‌های عجیب و غریب نوشته بود. همه ی لوح‌های سرنوشت را زد و شکست و در فضا پرت کرد. خنزر پنزرهای زیادی از قبیل بالهای کهنه فرشته‌ها و کروبیان مغرب، ستاره‌های سوخته و تیرهای شهاب به مقصد نرسیده را دور ریخت و رفت سر وقت پرونده‌های مربوط به خدایان قدیمی. چقدر پرونده روی هم تلمبار شده بود. همه ی پرونده‌ها را در گوشه‌ای از پستو جمع کرد و به سراغ نمونه‌های ساخته شده آنها به تالار مجاور پستو رفت. این تالار مختص نمونه‌های خدایان کهن بود. نمونه‌های خدایان درختی، حیوانی، پرنده‌ای، حیوانی و انسانی، خدایان ماری، خدایان ستاره‌ای و ماهی و خورشیدی و آخر سر خدایان مطلقاً انسانی، بابال و بیبال. چند تا خورده داستان داریم و شخصیت‌های انحرافی، ولی به نظر من اصلی. مثل مکماهون، یه آدمیه که هست، نمیخوام قصه رو براتون لو بدم، امیدوارم خودتون برید بخونید کیفشو ببرید. این بودنش و رابطه مهراکینی که ما باهاش داریم خب فرنگیه. این مکافاتی هم که تو این منطقه اتفاق افتاده، ما با زری داریم این مکافات رو دنبال میکنیم، یه بخشیش به گردن این فرنگی و بقیه فرنگی هست. این شخصیت یه جایی، یه جوری، یه قصه مینویسه برای دوقلوهای یوسف و زری و بعد این قصه رو یه جورایی تقدیم میکنه به خود زری و اون قصه جادوییه، یه شازده کوچولوه به زبان فارسی. در گوشه یه تالار چشمش به یک تبرزین افتاد و با آن تبرزین ویشنو و شیوا را به خاک انداخت. بس که از دست این نو خدایان شکار بود، چشمش به گیلگمش افتاد و تعجب کرد و گفت چه غلط‌ها؟ تو هم خودت را جز خدایان جا زده ای؟ در یک چشم به هم زدن او را به صورت گردی در آورد و فوتش کرد. به الهه های خوشتن و بدن که رسید به تماشایشان ایستاد و یاد ایام جوانی کرد. آن روزگارانی که ایشتار و ایزیس و ناهید و آفرودیت سر به سرش می گذاشتند و متلک بارش می کردند. یا چشمکی نثارش می کردند و ناهید کوزه آبش را به او می داد و او یک جرعه آب می نوشید و سرحال می آمد. وقتی الهه ها را می شکست حتی اشک در چشمهایش آمد. خداییش را بگویم مردوک و مهر و کوئتزال کوتل و آپولو را هم با تأسف خورد و خاکشیر کرد. آخرین خدایان آن وقتها که کیابیایی داشتن به بنده هایشان سخت نمی گرفتند و برای آنها دلسوزی هم می کردند. اما خدای بنو همان وقت که گردون دار لوهای سرنوشت را که بیشترش به قلم او بود زد و شکست، خودش خود را گم و گور کرده بود. به پستو برگشت و اسناد مربوط به شهرها و کوههای مقدس را پیش کشید. اسناد مربوط به شهرهای اور، نینوا که بعدها کربلا شد، بنارس، چیچن ایتزا، اورشلیم و شهرهای مقدس دیگر و بعد اسناد مربوط به سلسله کوههای هیمالیا، زاگرس، کوه اولمپ، قله‌های آند، کوه تور، تپه جلجتا، کوه حرا و کوه مقدس دیگری که مسکن خدایان قدیمی بود یا کوههای دیگری که میادگاه ارباب با بنده های سوگلیش بود. اسناد مربوط به شهرها و کوهها را هم روی پرونده خدایان قدیمی گذاشت. در پستوی آسمانی دیگر چیزی نمانده بود غیر از یک پرونده که چند برگ آن مربوط به درخت‌های مقدس مثل درخت معرفت و شجره طیبه و ستر و درخت‌های دیگر بود و در برگ‌های دیگرش اطلاعات مربوط به تلسم‌ها و دعاها و دلخوشکنک‌هایی که ارباب در این 500 هزار سال برای نژاد شریف انسانیش ساخته بود تدوین شده بود. گردونه‌دار پیر تمام اسناد و مدارک و کلیه پرونده‌های موجود در پستوی آسمانی را زیر بغلش گرفت و در آورد و در گوشه آسمان انبار کرد. دست‌هایش را به هم زد و جرقه‌ای پدید آورد و جرقه را رو به پرونده‌ها و اسناد گرفت و همه‌شان را آتش زد.
رفت سر گنجه‌ای که هر روز دمدمه‌های صبح ستاره‌ها را با جاروی آسمانیش می‌روفت و در آن می‌گذاشت و درش را قفل می‌کرد. کلید طلایی در گنجه را که در گریبانش بود درآورد و در گنجه را باز کرد و صدا زد: اوهوی بچه‌ها، بیایید کمک. صدایش در آسمان پیچید و از گوشه و کنار آسمان میلیون‌ها بچه فرشته هجوم آوردند. انواع و اقسام گونی‌ها بسته به جمعیت شهرها و ده‌ها و دهکده‌های هر مملکت در یک چشم به هم زدن آماده گردید و انواع و اقسام نردبام‌هایی که پله‌های آنها از تکه‌های شعاع خورشید بود. یک بچه فرشته صورت اسامی آدم‌ها را می‌خواند و دیگری سر گونی را باز نگه می‌داشت و سومی ستاره‌ها را به ترتیب اسامی در گونی می‌ریخت. گونی‌های پر ستاره که آماده شد، گردونه‌دار پیر با دست خودش سرشان را محکم بست و مهرموم کرد و سپرد دست بچه فرشته ها. هر کدام یک گونی با صورت اسامی آدم ها تحویل گرفتند و رسید دادند. یک سرپرست کل و 5 وردست سرپرست هم برای آنها تعیین کرد و دستور داد نردبام ها را رو به زمین استوار کنند. منظره ای بود که به تماشا می ارزید. فکرش را بکنید، میلیون ها نردبام اشعه‌ای با میلیون ها بچه فرشته که گونی های پر ستاره به دوش دارند و مثل فرفره از نردبان فرو می روند. به عمرش دیدنی های زیادی دیده بود، اما چنین منظره ای ندیده بود. آن روز که آن فرشته آتشی جلوی ارباب ایستاد و بد و بیراه گفت و قهر کرد و رفت، آن روز که بالهای جبرئیل سوخت، آن روز که ارباب دستور داد همه نیلوفرها در تمام دریاچه های زمینی بشکفند و نور معرفت برای آن مردی که 4 زانو زیر درخت نشسته بود فرستاد، آن روز که آن کفتره را به زمین فرستاد، آن روز که با یکی از سوگلی هایش هم سفره شد. کار بچه فرشته ها بر روی زمین این بود که در خانه ها را بزنند و ستاره هر کس را بسپارند دست خودش و به او بگویند از حالا دیگر خودت میدانی. جادوییه، یه شازده کوچولوه به زبان فارسی، یه زیست جهان فوق العاده عمیق ولی با تصویرهای رنگی رنگی و داستانی که همیشه برای استاد فلسفه دانشگاه خوند و عمق رنج رو از توش کشید بیرون. از یه طرف دیگه میشه برای خوابوندن یه دختر بچه، یه پسر بچه 3-4 ساله این ماجرا رو تعریف کرد و مطمئن بود که با حظ تمام خواهد خوابید و کیفش رو خواهد بود. نردبام ها رو به آسمان برخواستند و سر و کله بچه فرشته ها پیدا شد. گردونه دار لبخند زد. چقدر بچه فرشته ها بزرگ شده بودند. در عرض این مدت کوتاه چقدر قد کشیده بودند. به پیشوازشان آمد و با چشم دنبال سرپرست و وردست های او گشت، اما هیچ کدامشان را ندید. همهشان با هم از تجربه هایی که در زمین کرده بودند حرف می زدند و قوقایی راه انداخته بودند که صدا به صدا نمی رسید. گردونه دار قرشی کرد که فوق همه سرصداها بود و گفت: سرم را بردید؟ بعد که همه ساکت شدن پرسید: سرپرستی که همراهتان کردم کجاست؟ بچه فرشته یه قدش از همه بچه فرشته ها بلندتر بود جلو آمد و گفت: او نیامد، همونجا ماندگار شد، مرا به جای خودش سرپرست معین کرد. گردونه دار پرسید: وردست ها چه شدند؟ سرپرست جدید گفت: آنها هم ماندگار شدند. و ادامه داد: میدانید 180325 بچه فرشته در زمین ماندگار شدند. با سرپرست و وردست ها می شوند 180331 نفر. گردونه دار پرسید: چرا؟ مگر در زمین چه خبرها بود؟ همه بچه فرشته ها با هم گفتند: زمین خیلی جالب است، همه چیز در آنجا زنده است. گردونه دار گوش هایش را گرفت و گفت: گوشم را کر کردید. سرپرست تو بگو، برایم تعریف کن. سرپرست جدید گفت: میدانید زمین اصالت دارد، واقعی است، خیالی و رویایی نیست، ابری و بادی و اسیری نیست، جسم دارد، پاها روی جای سفتی قرار میگیرد، نه اینکه همه چیز و همه کس پا در هوا باشد. گردونه دار پرسید: آدم ها چه شکلی بودند؟ سرپرست جدید گفت: هیچ کدام شبیه به هم نبودند، اما همهشان واقعی بودند، گوشت و خون داشتند. خیلی خوش گذشت، در جشنهایشان شادی کردیم، جنگ هم داشتند، فقر و مرض هم بود، برایشان گریه کردیم. گردونه دار گفت:
با ستاره هایشان چه کردید؟ سرپرست جدید گفت ستاره ها را بردیم سپردیم دست تک تک آدم ها، از بچه و جوان و پیر. وردست ها گزارش کارشان را در هر قاره‌ای به من دادند و من همه گزارش ها را برای شما خلاصه کردم. و کاغذ تا شده ای از زیر بالهایش در آورد و چنین خواند: چنان که دستور داده بودید، کار بچه فرشته ها این بود که ستاره هر کس را بدهند دست خودش و بگویند اینک ستاره ات را به دستت می سپاریم تا بدانی که از حال آزادی، خودت پشت و پناه و تکیگاه خودت هستی. عکس العمل زمینی ها چنین بود. بچه ها از دیدن ستاره هایشان چشم هایشان برق زد و آنها را گرفتند و با آنها بازی کردند. وقتی ما به راه افتادیم هنوز بازی می کردند. پیرها گفتند حالا دیگر خیلی دیر است. اما بشنوید از جوانها و میان سالها که کار دنیای زمینی بیشتر به دست این گروه می‌گردد. کلیه افراد این گروه ستاره هایشان را دریافت داشتند، اما بیشترشان هرچه توضیح بهشان داده شده مقصود ارباب آسمانی را نفهمیدند. بعضی هایشان ستاره هایشان را خیلی زود گم کردند. بعضی ها ستاره هایشان را در گریبانشان پنهان کردند و لبخند زدند که ستاره‌ای در گریبان دارند. اما عده معدودی از گروه جوان و میان سال خوب حالیشان شده. از این گروه عده‌ای گفتند ما از اولش همین طور بودیم. چشم داشت از هیچ اختری چه در آسمان و چه در زمین نداشتیم. نه هرگز به سرنوشت اعتقاد داشته ایم و نه هرگز کسی را برای بد و خوب اخترمان نکوهش کرده ایم. این عده خیلی قلنبه حرف زدند و بچه فرشته ها درست حرفهایشان را نفهمیدند. همزبانهای زمینیشان هم نمیفهمیدند آنها چه میگویند. و عده دیگر از همین گروه اخیر گفتند چه خوب شد که دل هر کس به ستارهش روشن شد. این عده آدم‌های مضحکی بودند و تقریباً در هر کشوری چند تا و گاهی چندین تا از این آدم‌ها بودند. بعضی از آنها ریش داشتند، اما نه به بلندی ریش شما. این عده فوراً دست به کار شدند و به سراغ کتاب‌های لغت زبان‌هایشان رفتند و خیلی از لغت‌ها را از توی کتاب‌های لغتشان حذف کردند. کلماتی از قبیل تقدیر و بخت و اقبال و سرنوشت و پیشانی نوشت و حکم و احکام و هر چه مترادف با این لغت‌ها بود و معنی آنها را می‌دادند یا از ریشه این کلمه‌ها ساخته شده بودند دور ریختند و حالا داشتند لغت‌هایی از ریشه آزادی و آزادگی می‌ساختند که ما آمدیم. یه اسب داریم توی این قصه که مهابتش، حضورش از جنس حضور رخش برای رستم یا ذوالجناح برای حسین ابن علی نیست، ولی به همون اندازه حضورش کلیدی و محکمه. رابطه عاطفی که ما به عنوان مخاطب با اون خانواده به عنوان صاحب‌های سحر باهاش برقرار می‌کنن یه رابطه عجیب و صمیمیه. انگار سحر تنها چیزیه که آخر قصه برای ما میمونه و بعد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت‌ها از باد خواهند پرسید در راه که می‌آمدی سحر را ندیدی؟ خب این کتاب را اگه نخونده باشید این جمله میتونه یه معنی ضمنی براتون داشته باشه، به همین شیرینی که درخت‌ها تو این زمزمه باد صبحگاهی که لای شاخ و برگاشون میپیچه دارن در گوشه هم میگن تو راه که داشتی میومدی آی باد صبح شده بود، سحر شده بود، خورشید رو ندیدی. و شاید به معصومانه ترین شکل از یه جهان پروپیمون، نه خالی از فکر، از یه جهان زنانه قرص، جهان سیمین خانم دانشور، داره کوچکترین بارقه امید رو چه تو نماد پردازی اسب، چه تو تصویر پردازی از یه صبح دلنگیز که خبرش رو باد و گلدسته درخت ها قرار به گوشمون برسونن، داره برامون میگه. چه دلفریب اون کار رو میکنه. بخونیم سوبشون. یه خواهش کوچیک: کتاب‌هایی از نویسنده‌های ایرانی که خوندید دوست دارید بخونید، کنجکاوید نسبت بهش، چسبیده به جونتون به اون پیشنهاد کنید در رابطه باش گپ بزنید. ارادتمند.